انا لله و انا الیه راجعون. پیام حاجی محمد محقق به انفجار امشب در دشت برکی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما آگاه شوید. حاجی محمد محقق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: بسم تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. با تأثیر عمیق مطلع شدم که به اثر یک حادثه انفجار در کلاب بوکسینگ ملت واقع در منطقه هزارنشین غرب کابل، دو نفر شهید و 9 نفر دیگر زخمی گردیدند که مایه علم و اندوه عمیق این جانب گردید. شهادت دردناک این عزیزان دلیل دیگری بر بطلان ادعای اداره طالبان هست که میگویند در سایه امارت طالبانی امنیت عام و تام در کشور حاکم گردیده است و همه امور بر وفق مطلوب است. و از سوی دیگر کلب ورزشی رزمی گام مهمی در جهت تربیه انسانهای قهرمان و دور از گرایش به سوی کارهای منفی و مواد مخدر است. هدف قرار گرفتن مراکز ورزشی یک نوع دشمنی با تعلیم و تربیت افراد سالم و آگاه است که از خصیصه ذاتی یک حکومت استبدادی است. من این مصیبت جانکاه را به اقوام و بستگان و همفکران عزیزان ورزشکار شهید تسلیت گفته از خداوند متعال برای آن کبوتران خونین بال، مقام رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحین شفای عاجل و کامل را از بارگاه خداوند متعال مسئلت دارم. و السلام علی عباد الله الصالحین. حاجی محمد محقق، مسئول حزب وحدت اسلامی مردم و رئیس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید. تا دور دیگر، بدرود.